من فاهم خاک برداری با خاک ریزی که در این قسمت مشاهده کردیم، محل دپو و قرضه که محل دپو محل انباشته شدن خاک های اضافه و قرضه در شرایطی که خاک اون مورد نیاز باشه از اون محل تعمیم میشه و مسائل انقباض و انبساط خاکی که در راه ها معمولا تورم و یا انبساط خاک را در نظر میگیرن ولی انقباض خاک را در نظر نمیگیرن. در قسمت سیکشن قرار میگیریم، کامپیوت متریال را کلیک میکنیم. در ابتدای کار لازمی که ما ملایمنت خودمون را و سمپل لاین مورد نظر خودمون را به نرم افزار معرفی کنیم. در این قسمت لازمه که ما اطلاعات مورد نظر خودمون را در این قسمت وارد کنیم. در قسمت کوانتیتی ما میتونیم حجم عملیات خاک برداری با خاک ریزی را داشته باشیم، حجم عملیات کلی کار را داشته باشیم، میتونیم حجم عملیات خاک با حالات مختلف پروفیل های تیپ را داشته باشیم و حالات حجم عملیات تکی یا ترکیبی را داشته باشیم. حالت ارسپوک را انتخاب میکنیم و کپی کارن سلکشن را انتخاب میکنیم. همونطور که میبینید در این پنجره متریالی به صورت پیش‌فرض تعریف شده، ما اون متریال را حذف میکنیم و متناسب با نیاز خودمون متریال جدید را ایجاد میکنیم. از همین رو در قسمت ادنی متریال جدیدی را ایجاد میکنیم، نوع اون را ارسورک قرار میدیم و سپس در قسمت سلکت سرفیس لازمه که ما در ابتدا زمین طبیعی خودمون را و پس از اون سطحی که از کوریدر مورد نظر خودمون خروجی گرفتیم را به نرم افزار معرفی بکنیم و هم اضافه میکنیم. پس از اون لازمه که ما در قسمت کاندیشن سرفیسمون را زمین طبیعی که به نرم افزار معرفی کردیم به عنوان بیس مقایسه کنیم و اون سطحی که از کوریدر خودمون را ایجاد کردیم نسبت به این زمین طبیعی مورد مقایسه قرار بدیم. اوکی میکنیم و پنجره قبلی برمی کرد. همینطور اینجا لازمه که در قسمت سورفیس تست سورفیس خودمون و در قسمت کوریدر خودمون را انتخاب بکنیم. پس از این که اوکی میکنیم، نرم افزار شروع میکنه محاسبه احجام بر روی مقاطعی که وجود داره. پس از این که نرم افزار محاسبه را انجام میده روی مقاطع عرضی که ساخته شده بود، یه ناحیه سفید رنگ ایجاد میشه که ناحیه سفید رنگ در واقع میاد و قسمتی که خاک برداری و خاک ریزی را برای ما نشون میده. یک کمی نرم افزار طول میکشه تا حجم احجام را محاسبه کنه. همطور که میبینیم ناحیه سفید رنگی که مشاهده میکنیم فاصله بین خط پروژه ما و زمین طبیعی که بایستی وجود داشته باشه و حجم عملیات خاک برداری و خاک ریزی که مورد نیاز. پس از این که ما این حجم مورد نیاز خودمون رو محاسبه کردیم، میتونیم که حجم عملیات رو مشاهده بکنیم. در قسمت سیکشن قرار میگیریم و اد تیبل رو کلیک میکنیم. با کلیک بر روی این قسمت ما میتونیم توتال والیوم حساب کنیم، یعنی کل احجام رو یک چا نشون بده، یا متریال والیوم استفاده کنیم که کل احجام رو میتونه نشون بده، حتی میتونه حجم اجزای مختلف پروفیل تیپ رو هم نمایش بده. از اونجایی که ما کارمون نشون دادن حجم کلی خاک برداری و خاک ریزی هست، توتال والیوم رو انتخاب میکنیم. لایه مورد نظرمون مشاهده میکنیم، نوع استایلی که میخوام با خاک برداری و خاک ریزی هست، الائمنت خودمون، سمپل لاین خودمون. در صورتی که چند متریالیست انتخاب کرده باشیم از اون قسمت میتونه مورد نظر خودمون رو انتخاب کنیم، ردیف و ستونی که وجود داره و همچنین رفتاری که داشته باشه که رفتارش استاتیک باشه یا داینامیک باشه یا پویا باشه. اوکی میکنیم و اکنون لازمه که این جدول مورد نظر خودمون رو در یک قسمت از نرم افزار ایجاد بکنیم. برای یک قسمت خالی نرم افزار کلیک میکنیم و جدول مورد نظرمون ایجاد میشه. پس از اینکه جدول مورد نظر ما ایجاد شد، همونطور که میبینیم در هر قسمت برای هر استیشن گذاری که انجام داده حجم مساحت خاک برداری و خاک ریزی و حجم خاک برداری و خاک ریزی را محاسبه کرده و در نهایت حجم تجمعی این دوتا را با هم دیگه مقایسه کرده و
و در نهایت حجم خاکبرداری و خاکریزی ما در این قسمت محاسبه خاکریزی تغییر میکنه، به شرط اینکه در قسمت کوریدور کلیک راز کنیم و ریبیلد بزنیم یا در کوریدور حالت در حالت ریبیلد اوتوماتیک باشه. در صورتی هم که بخوایم که ناحیه سفیدرنگ که ایجاد کردیم حذف بشن، لازمه که برای اون کلیک کنیم، کلیک راست کنیم و ماتریال سیکشن استایل را انتخاب بکنیم. حالا تا این کاملا مشابه قسمت مختلفه، برای اینکه قسمت سفیدرنگ حذف بشه لازمه که در قسمت ویو دایرکشن در حالت پلن قرار بگیریم و لایه های خودمون را خاموش کنیم. همچنین در قسمت سیکشن قرار بگیریم و لایه خودمون را خاموش بکنیم تا نرم افزار ناحیه را نشون نده. پس از اینکه این کار را انجام دادیم، لازمه که منحنی بروکنر مورد نظر خودمون را هم به نرم افزار معرفی بکنیم. مجددا در قسمت سیکشن قرار میگیریم و کرید مس هول دیاگرام را انتخاب میکنیم. مجددا لازم که الائنمنت خودم رو انتخاب بکنیم، سمپل لاین مورد نظر خودم رو انتخاب کنیم، مسئله که میخوایم به نرم افزار معرفی کنیم رو نامگذاری کنیم. در صورت که توضیح نیاز داشته باشیم انجام بدیم. استایلش هم مجددا میتونیم وارد تنظیمات قالب نمایشش بشیم و در صورت نیاز اون رو تغییر بدیم. پس از اون نکس میکنیم. متریالیستمون رو انتخاب کردیم. لازمه که حجم کلیمون رو محاسبه کنیم، بسته به اینه که ما میتونیم حجم کلی رو محاسبه کنیم یا حجم خاکبرداری خاک روزی به صورت جداگونه محاسبه کنیم. زمانی که از توتال والیوم استفاده میکنیم، اون فرض منطقی رو کردیم که خاکهایی که در خاکبرداری ها برداشت میشه رو در خاک روزی ها استفاده میکنیم و بالعکس. اما در صورتی که توتال کات والیوم و توتال فیل والیوم استفاده کنیم، حجم خاک برداری خاک ریزی به صورت جداگونه محاسبه میشه و مجاز نیستیم که از خاک برداری ها در خاک ریزی یا خاک ریزی ها در خاک برداری ها استفاده بکنیم. نکس میکنیم. مس هول لاین نیم هم میتونیم نام مورد نظر خودم رو وارد کنیم. نکست میکنیم. در این قسمت ما میتونیم مناطقی که نیاز به قرضه یا دیپو داریم و از این قسمت به نرم افزار فراخونی کنیم و کیلومتراژشون رو وارد کنیم و فاصله حمل اونا رو هم در این قسمت وارد کنیم و در نهایت میتونیم که منحنی بروکنر خودمون رو ترسیم بکنیم. پس از اینکه ما منحنی بروکنر مورد نظر خودمون رو ایجاد کردیم، همونطور که گفتیم میتونیم یک سری تنظیمات مورد نیاز خودمون را به نرم افزار معرفی بکنیم. به طور مثال پس از اینکه منحنی بروکنر ما کامل شد، مشاهده میکنیم یا از روی منحنی بروکنر یا حالا از این قسمت مشاهده میکنیم که میزانه خاکریزی ما بیشتر از میزان خاکبرداری ماست. به خاطر همین ما میتونیم در صورت که نیاز داشته باشیم میزان خاکبرداری و خاکریزی با هم نزدیک تر باشن به نرم افزار مراجعه کنیم و کاری کنیم که میزان خاکریزی ما کمتر از مقداری که هست بشه. به عبارتی مثلا نرم افزار رو نقطه رو جا بجا کنیم. از این که ما این کار انجام میدیم، مجدداً بایستی نرم افزار را ریبیلد کنیم تا اطلاعات اون بروز بشه و احجام مورد نظر ما متناسب با نیازمون تغییر کنه و میتونیم این روند رفت و برگشتی چندین و چند بار تکرار کنیم تا فاصله مورد نظر ما به میزان دلخواه تغییر بکنیم. ما این تغییر را اعمال کردیم اما فعلا احجام مورد نظر ما تغییر نکرد. لازمه که اینجا ریبیلد انجام بدیم و احجام مورد نظر خودمون را تغییر بدیم. مجددا روند محاسبات انجام میشه و پس از اون حجم خاکبرداری خاکریزی مجدد ما محاسبه میشه. واسه صبر کنیم تا نرم افزار کار انجام بده و اطلاعاتش رو بروز بکنه. همونطور که مشاهده میکنیم اعداد خاکبرداری خاکریزی ما اصلاح شده و برای منحنی بروکنر هم اعدادمون اصلاح شده.
روند انجام طراحی ما تقریبا به پایان رسیده. حجم عملیات خاک و خاک برداریمون هم محاسبه شد. روند تعادلی بین حجم عملیات خاک برداری و خاک ریزی انجام شد و پروژه آماده تحویل دادن. شاید مورد نیاز ما باشه که شیت‌بندی پلان و پروفیل هم برای پروژه مورد نظر خودمون انجام بدیم. در قسمت جنرال قرار میگیریم و در قسمت پلان پرودکشن تول در قسمت کریتیو ویو فریم قرار میگیریم. در این قسمت لازمه که الائنمنت خودمون رو انتخاب کنیم، استیشن رنجمون رو بین استارت و این قرار بدیم و در پنجره بعدی قرار بگیریم. در پنجره بعدی ما میتونیم مشخص کنیم که شیت هایی که میخوام فقط پلان باشه، پروفیل باشه یا پلان و پروفیل باشه. همچنین ما میتونیم بگیم که نحوه نمایشیمون با گردش باشه، شیت ها رو در امتداد الائنمنت دوران بده یا اینکه کاری نداشته باشه و شیتارا فقط در یک راستا قرار بده. همچنین ما میتونیم در این قسمت مشخص کنیم همپوشانی شیتارا مشخص بکنیم. به پنجره بعدی میریم. در پنجره بعدی ما میتونیم برای اونا یک نام رو به نظر یک نام مشخص قرار بدیم. انتست. در قسمت لایه مورد نظر خودمون رو مشاهده میکنیم، مجددا نامش رو مشخص مشاهده میکنیم، میتونیم استایل ها یا لیبل های خودمون رو تغییر بدیم در صورتی که نیاز داشته باشیم و به قسمت بعدی میریم. در قسمت بعدی ما میتونیم در صورتی که این گزینه رو فعال کنیم، کیلومتراژ شروع اگر به سطح اشاری باشه به پایین ترین عدد تعیین شده در این کادرون رو روند میکنه. و در صورتی که این گزینه رو فعال کنیم، ما میتونیم برای شیت ها میزان همپوشانمون رو تعیین کنیم. یعنی قسمتی از شیت قبلی در شیت بعدی هم وجود داشته باشه. ما غیر فعال میکنیم. میتونیم نیکس کنیم. و در قسمت آخر ما میتونیم مجددا بانستمون رو تعریف کنیم و پروفایل ویو مورد نظر خودمون رو نیز انتخاب بکنیم. وقتی که اوکی میکنیم و کریت ویو فریم رو انتخاب میکنیم، نرم افزار میاد و فریم های مورد نظر ما بر روی قسمت های پروژه انجام میده. برای اینکه ما بتونیم شیت های مورد نظر خودمون رو مشاهده بکنیم، در قسمت جنرال قرار میگیریم و قبل از اون محل سیو پروژه همون رو مشخص میکنیم. بله، در قسمت جنرال قرار میگیریم و در همون گزینه پلان پرودکشن تولز گزینه کریتین شیت رو انتخاب میکنیم. اول اینکه ما میخواییم که فریم که انتخاب کردیم شامل همه صفحات باشه، بله یا تعداد صفحات رو میخواییم انتخاب کنیم. یک سری تنظیمات دیگه ای داره که ما در صورتی که بخواییم اونها رو میتونیم تغییر بدیم و وارد پنجره بعدی بشیم. میتونیم نام شیت هامون رو تغییر بدیم، وارد پنجره بعدی بشیم. در قسمت بعدی ما میتونیم شیت هامون رو مشخص کنیم، محل ذخیره شیت هامون رو مشخص کنیم. در صورتی که جایی خواستیم ذخیره کنیم میتونیم اون کار انجام بدیم، نیکس میکنیم و وارد پنجره بعدی بشیم. در این قسمت ما میتونیم مشخص کنیم که الائنمنتمون، پروفایل و پلنمون در کدام نقطه مشترک باشن. میتونیم در وسط، در انتها و یا در ابتدای مسیر باشن. پس ما معمولا و مرسومه که از قسمت اولیه رو انجام بدیم و محل انتخاب پلن و پروفایل رو در ابتدای کار قرار بدیم. نیکس میکنیم و تنظیم خودمون رو اوکی میکنیم تا شیت های مورد نظر ما ایجاد بشن. حالت نمایشی یک شیت هامون انتخاب میکنیم و شیت بندی ما شروع میشه که شیت ها را ایجاد بکنیم. اگر در مسیر سیو نرم افزار قرار بگیریم، میبینیم که شیت های مورد نظر ما متناسب با تغییراتی که ما اعمال کردیم به نرم افزار معرفی شده. از اینکه روند طول میکشه، ما کمی باید صبر کنیم تا این روند را انجام بدیم. شیت گذاری ما آماده شد. اگر در محل ذخیره پروژه بریم، میبینیم که شیت های مورد نظر ما ایجاد شده.
افراد که بخواییم به طور مثال یکی از چیزهای مورد نظر خودمون رو باز کنیم، مشاهده میکنیم و اطلاعات اون را مشاهده خواهیم کرد. همطور که مشاهده میکنید، اطلاعات پلن و پروفایل ما در این قسمت قابل مشاهده. برای قسمت مسیری که مورد نظر ما بوده، از کیلومترازی که پروژه شروع شده و از این تا کیلومترازی که پروژه به اتمام رسیده. در اینجا پروژه ما به پایان میرسه. امیدوارم که مورد استفاده شما قرار گرفته باشه.